سلام دوستان عزیزم، به یک برنامه دیگه از میزه گرد ما خوش اومدید. به ولاگمس 12 خوش اومدید. 12 زود زمان میگذره. آره به ولاگمس 12 به دور همه میزه گرد ما خوش اومدید. این اولین باره که میزه گرد ما کامل گرد نشسته و دلیلش هم واقعا فقط این کیک. بایستیم من فقط بیام یکم اینو جلوتر به داره آب خانواده میزه گردمون این کیک رو نشون بدم. تقدیم به همه تون. این کیک تقدیم به همه شماها عزیزان، واقعا زیباست. نگاه، واو، داخل انارم. واو، اینم داخل. این کیک خود میدونی این کیک برای چی خوبه؟ الان اتفاقا شب یلدا نیست. نه آخر هفته داخل انارم پس بهتر، چون آخرین هفته شب یلداست. هر کی که بخواد برای شب یلدا یه چیز خوشگل میزش داشته باشه، واقعا این کیک زیباست. این کیک رو باید بگیرین، خیلی واقعا شکلش خوبه. خب علت این که همه دوره هم جمع شدیم و این هم همه خیلی عاشق کیکن، مخصوصا بزرگترین فن کیک. من شوکم که چجوری این کیک هیچ جاش سوراخ نشده، پدر هم چیز نکرد. واقعا پدر از شما بسطش. اول از همه سلام، خیلی خوش اومدین. من خیلی دیروز روی برنامه قبلم خدمتتون گفتم خیلی 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 آخر هفته خیلی خوبی رو ما داشتیم. عزیزای ما همشون جمع شده بودن دور ما و امیدوارم شما در هر کجا که هستین از صمیم قلب براتون دعا میکنم که براتون آرامش داشته باشه این روزها و خانوادتون جمع باشه. برای همه انرژی مثبت میفرستیم، برای همه روزهای خوب میخوایم، مخصوصا مخصوصا اون عزیزی دوست داشتنی که برای ما لطف کردن و برای پیغام فرستاده بودن که این کیک رو برای ما درست کردن و سلباز جون زحمت کشید رفت ازشون تحویل گرفت این رو. بسیار از اون خانم و دوتا دختر نازنینشون و هنرمند ورزید بیکری، واقعا چقدر هنرمند. من این کیک رو فقط میتونم بگم که خیلی شکلش خوبه و باید تست کنم الان. بچه بیکریشون کارتش رو بهتون نشون بدم. خیلی چه کارت قشنگی هم هستش. واو، خیلی قشنگه. اینستاگرامشون هم هستش at Rosie's Bakery R-O-S-I-I-E-S B-A-K-E-R-Y و توی فینچلی هستن و برای کل لندن و مطمئنم حتی اطرافای لندن هم کار میکنن، پس حتما رکومند میکنیم به شما. ولی این کیک ما این تبلیغ نیستش، فقط بگم که ما پول نگرفتیم که اینو تبلیغ کنیم براشون و هیچ و اصلا یه کسی نیستش که بگیم که مثلا خانوادهمون یه کسیه که داریم مثلا سعی میکنیم چیز کنیم. فقط چون یکی از اعضای میزه گرد ماست. درسته. و ما خیلی نازنین ما هستن. همون جوری که هموطنان ما رو الان روی این میزه گرد ما ساپورت میکنن، ما هم خیلی دوست داریم که هموطنان خودمون رو ساپورت کنیم، مخصوصا هموطنان هنرمند. خیلی واقعا ایرانی ها همشون باعث افتخار هستین. همه دور دنیا واقعا خیلی ایرانی ها برای چیزهای مختلف هنرمند هستن و چه ما شانسی داریم که میتونیم یکی از هنرها رو برای خودمون تجربه کنیم الان. دقیقا، دستشون درد نکنه. من تشکر میکنم از این کیک زیبا و انشالله تمام افرادی که در لندن زندگی میکنن از این هموطن گرامی ورزیز بیکری استفاده سفارش کنن و ما توی اینستاگرام سعی میکنیم که براتون در انتها بذاریم مشخصاتشون رو که بتونین استفاده کنین. حالا بریم دنبال این که بخوریم جشن کیک میز گرد ما. خب کی چایی میخواد؟ همه. وای اصلا
میشه که سر میز گرد ما نشست و چای نخورد؟ نه دوست نمیشه. عزیزمون که از اصفهان ویدیوی خودشون رو فرستاده بودن که با نوشون واقعا ما این ویدیو رو فکر کنم 80 بار تماشا کردین. اگه ندیدین پیج میز گرد ما رو تو اینستاگرام فالو کنین، روی استوریمون بود، حالا روی پیج اصلمون رو میذاریم. بچه‌های عزیزم که میز گرد ما رو دنبال میکنین و آشپزی‌ها و رسیپی‌های ما رو فالو میکنین، مامانمو فالو میکنین، لطفاً برای ما عکسشو بذارین که رو پیجمون ریپوست کنین. اینستاگرامش هستش میز گرد ما. این چایی دو نوع چایی درست کرده مرزی جون. آره یکیش چاییه با چای روزه، یکیش چایی گل روزه و یکم چایی هله. البته من شنیدم گل روز خیلی خاصیت خیلی خوبی داره برای اکتیو بودن. خیلی این چای گل روز بوی بریم نه سوزین، این استکانا غلط اندازه، بوی ایران من بوش من یاد ایران میندازه. همون تو ایران آره گل محمدی. آره ولی بوی گل داره آب میشه ها. بگم که فقط خامش خامه تازه است بچه. واو آره خوشش برینه بچه کات کنید. من فکر کنم اینا تا من اینو کات نکنم صحبت نمی کنن. ایشون چنگولک زن همیشه طوله میزنن به کیک ها. به بفن مثل سلماز ببرن. آره شما سلماز واسه تولدش نبود اینجا. من شما امسال کیک نداشتم برای تولدم. چرا دیگه چرا دیگه بس بایستین شم جلوی در هستش الان شم بذاریم. نه دیگه ای وای بیچاره خودشم ای وای ای وای من معمولا به این صورتی کسی متوجه نشه کیک ها رو سوراخ میکنم. شم سه تا شم بزن. نه بابا بیشتر نه کافیه دیگه کیک بخوره. خب این شما رو تولد یکی از همکاران بود و من از ماکس اند اسپنسر توی بیمارستان براش یه مافین گرفتم با این شمه. بعد هر جایی توی این بیمارستان من دنبال کبریت و فندک میگشتم نبود. یعنی از همه جا پرسیدم، از سیکیوریتی، از پورترا، از چیز مغازه، هیچ جا نذاشتم. باری کلا که اینا سیگار نمی کشن. خب حالا می دونی چی کار کردم؟ یه شم رو موبایلم عکسشو گذاشتم فلیمو، بعد اینجوری گرفتم براش خوندم. خیلی با سلیقه. به به سفید خانم شما ولی اینا اونا نیستن سلمانس جو. بچه داریم شم هم می زنیم. کنال من رو نگاه نکنم. اوکی خب پس اینو بذاریم جلوی خب سرماز. همه با هم برای سرماز یه تولد بخونیم. سورپرایز شد برای سرماز جون. خودش رو گرفت بیچاره. تولدت مبارک مبارک مبارک، تولدت مبارک، بیا شما رو فوت کن که صد سال زنده باشی، بیا شما رو فوت کن و که چون کرونا تو رو خدا فوت نکن. چرا اینطوری بگی دستت بعد این کارو بکن اینجا بیار. بچه چه کثیف بازی شونا. نه دیگه اونو فوت نکن دیگه، بیا اینطوری دوباره فوت کن. نه دیگه بذار فوت کنه. آفرین دوتای آخر آرزو تو بکن. ایشالله 130 ساله بشی سا. ولی من یه چیزی رو گفتم امشب یادتون، گفتم این کرونا باعث شده خیلی چیزا اتفاق بیفته. مثلا اگر قبلا میخواستی به قزقزات به کسی تعارف بکنی معلوم میتونی اکسکیوز بشی به خاطر کرونا بهت نمیده. آره یه دختره هستش بعد ویدیوهای خنده‌دار می‌سازه روی اینستاگرام، بعد میگفتش مثلا یه ویدیو کاملا ساخته بود یه ویدیو کاملا ساخته بود از بهونه‌هایی که کرونا به همه داده. مثلا او قرار بود که بیام ببینمه، آره نه خطرناک کرونا، آ تولدت کاده برات نگرفت، آره دیلیوری ها دیره به خاطر کرونا. انارشو بذاریم من بردارم. ای انار دون دونم گل سرخ گل سرونم. چه انار خوشگلی. پرشه چون بچه
من شعرم گرفته چون که الان ما یه ویدیو برای کانال من گرفتیم. وای خیلی خوب بود. وایسی بچه کیک ها رو نشون بدیم چه شکلیه. کیک ولوته. ولوته. واو. کیک رد ولوت. به به به. واو. بچه ما بعد کفگیر کیکمون رو میابردیم. اما الان انقدر هممون حواس این کیک رو کردیم. هیچکی نمیخواد کیک رو بکنه. هیچکی حاضر نیست بلند شه بره بیاره. هیچکس حاضر نیست. نسوزی. دست دیگه سوخته. من رو همه کیکتو نخوریم. اینو من بخورم. از خنده. خب مزهش همینه که چپه بشه. بچه خوش میان چقدر ما طبیعی هستیم. من بیچاره هم سوخت. هم پام سوخته. اصلا برداریم. چشم. من میذارم. تو بذار. منم از این من کیک پدر برداشتم آخر. خب من مثلا از خنده آسپتلونه. من یه کاری میتونم بکنم، شما ها بردارین بقیهش مال من. زحمت نشه یه من بزرگم. دوباره حالا اینه نریزین. مامی ریختش. من نخواهم. من میخوام تست کنم دیگه. آره منم. به 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 از این کیک انارش بردارم. واو. خیلی عالیه. دستشون درد نکنه. به 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 چقدر واو. خوشمزه است. دستشون درد نکنه. فوق‌العاده فوق‌العاده خوشمزه است. چقدر با این چای روزم خوشمزه است. فقط شیرینی کیک دارن یا چیزی دیگه هم هست؟ میتونم بپرسن ازشون. اما فکر میکنم فقط کیک، کیک های تولد، عروسی، انیورسری، همینجوری برای چایی. اینستاگرامشون پر از عکس های کیک هستش. واو بچه چقدر به خدا واقعا خوشمزه. خیلی انار با رد ولوت خیلی خوشمزه میشه. من نمیدونستم. منم نمیدونستم. خیلی فوق‌العاده. بچه ویدیو بر پندقه دیاز آفیل. خیلی ببخشید. شما که عادت دارین میدونین که من هر وقت که چای میذارم یه چند دقیقه کنار شما باید چایمو بخورم و باهاتون صفا کنم. حالا همه رو آوردم خونتون که همه با هم چایمونو میل کنیم. من انقدر دوست دارم وقتی که میریم مهمونی بعد همش برات چای میارم. آره اصلا وقتی ایران میریم همینو دوست دارم چون که همش برات چای میاره دائما. وای خدا بیرجن. عاشق اینم. پس منتظر باشین میخوایم بیایم خونتون همه با هم چای بخوریم. اینه دو بار دسته. آره دو بار دسته میرن. بعد دسته رو بعدی که میرن ژله‌ست. بعد آخ من عاشق ژله. بچه انقدر سپیده خندیده که بینیش درد میکنه. خندن گرفته. حالا خنده شروع شد. بعدم بهتون میکنم. نه نمیشه الان باید بگی. میدونین چیه بابا؟ یک اسلایس کیک دیگه لازم داره. نه دیگه اصلا نمیخواد. تو رو خدا تو رو فیلم اینجا شاید ما اصلا بعدا شب نهیم برین یواشکی بخورین. نه چهار تا مبصر دارن ایشون. بله نه من که مبصر رو هیچکی نیستم. میگم کیک بخور. من ریشی بودم یادم رفته. ست تا کیک خورده الان یادم رفته. من یادم آره اینا دارن میخندن به خاطر اینکه یادشون رفته رژیم بودن حمله کردن این کیک تموم شده واسه خوشمزه بوده. من از اینکه نصف کیک رو خورده میگه من رژیم بودم مثل اون که روزه بوده نوارش خورده کامه من تو دواره من روزه بودم. آره اینا رژیم بودن اینطوری این کیک رو خوردن. خب عزیزان همه این عزیزان دلشون واسه شما ها تنگ شده بود و برای من مرتب می نوشتن که دخترها کجان اگه سر میز گرد ما باشن خیلی بهتر و آره خیلی دلتنگتون شده بودن. حالا میشه از برنامه هاتون و اینکه غیبتتون واسه چی بوده کجا بودین چی کار میکردین بگین؟ به ترتیب از اون طرف از من. خب همونجوری که میدونین من و سپیده تازه با هم یک کلینیک باز کردیم.
بعد من یه مدتی شفیلد بودم، زیاد حالم خوب نبود، اونجا بودم، بعدش کار میکردم. الانم اولین هفته است فکر میکنم تو یک ماه یا پنج هفته که برگشتم. پنج هفته. آره اولین پنج هفته است ما شما رو ندیدیم. بله. واسه همین همه شوکه شدن و ذوق زده دارن لذت میبرن کنار هم. خب نوبت من. نوبت شماست. من پایان نامم رو داشتم مینوشتم و دیگه مشغول اون بودم و هستم و دیگه چی؟ آها و معلومه که شما هم میدونین و من 100% فالو میکنین روی یوتیوب من. حالا این وسط من تحلیل شد کردم، ولی دلم میخواست چند تا ولاگ فارسی بذارم که برای شما ها، و با اونم سرم شلوغ بوده و همین دیگه. خب قبل از اینکه برسیم به شما، چی شد که شما دوتا تصمیم گرفتین بلاگ فارسی بزنیم؟ به خاطر اینکه بیش از حد همه سوال میکردن. من خود من چندین بار بهش گفتم که توی چیزایی که برام مینوشتن میخواستم. همه همیشه مینوشتن که تو ولاگامون مینوشتن که آه من خیلی دلم میخواستن چون چقدر این دوست داشتم، و نگاه کردم با این که اصلا نمیفهمم، متوجه نمیشم که دارین چی میگین، و لطفا اگه میشه یکم بلاگ فارسی بذار. و به خاطر درخواست همه و خیلی دلم میخواستش که براتون یه بلاگ فارسی بذارم و خواهمم بیشتر گذاشت، ولی بعدش هستش اونایی هم که انگلیسی صحبت میکنن و فارسی رو متوجه نمیشن، واسه هم دلم میخواد من از هر دو طرف همه رو خوشحال کنم. ولی سونواز جون الان بیشتر بلاگ فارسی، من دیگه فکر میکنم کانالم رو فارسی کنم کامل، چون که انقدر من دارم لذت میبرم از بلاگای فارسیم که خدا میدونه. بعد از کامنت خوندن ها، اما فکر میکنم کامنت خوندن هم خیلی یواش بود اولش، الان یکم بهتر و فعال‌تر شده. آره کامنت های فارسی سختره که. خب همینو من ازتون سوال کنم که شما دوست داریم براتون به قول ایرونی ها فینگلیش بنویسیم؟ فینگلیش. نه من حالا دوست دارم که فارسی بنویسم. با اینکه سختم خیلی لذت میبرم چون یکم داره سرعتم بیشتر میشه. من سرعت فارسی خوندنم بد نیستش. I think من از تو اولش حتی بیشتر بود. نمیدونم اگه علامتش شده. سپیده و سونماز فارسی خوندنشون خیلی قویه، چون که هر دوتاشون پایه فارسی یاد گرفتنشون خیلی قوی بود. سپیده مامانم معلمش بود، سرمازم که تو ایران یاد گرفته بود، ولی من متاسفانه اون شانس رو نداشتم و معلم کلاس اولم به خوبی اینا نبودش و نتونستم فارسی اون پایه قوی داشته باشم. ولی هنوز خب با کمک شماها و همه کامنتایی که شماها می نویسین الان فارسیم خیلی بهتر شده. ولی خیلی خوبه فارسی شما. ولی خب ترجیح می دم که فینگلیش براش بنویسن سریع تر می تونه جواب بده. و دلیل این که من شما قبل از این که بگی، ممکنه بعضی ها که اشاره می کنن که چرا مثلا جواب داده نشده، من از جانب ستاتون می گم، به خاطر این مسئله است. یه بار خدای نکرده عزیزای ما فکر نکنن که به خاطر کوتاهی شده. نه روی این مسئله است، با توجه به اینکه خودتون میبینین هر شب ممکنه 500-600 تا کامنت فقط برای میزیگرد ما میاد، 700 تا میزیگرد، و سعی میکنیم اول که همسرم، بعد تا اونجایی که به اگر ایشون نتونه که خودش واقعا من دیدم تو ساعتهای زیاد بیدار میمونه که جواب بده، ولی مسئله به این لحاظ بوده فقط و فقط. خب دخترم حالا تو بگو برنامه های تو که از همه بیشتر بوده. من الان یک کار جدید شروع کردم توی بخش اکیوت ادمیشنز هستم که مثل اورژانسه. هر کی که از اورژانس میاد که خیلی مریضه، یا هر کی که از جی پی میشه پزشک عمومی که خیلی مریضه، رو میفرستن مستقیم پیش ما. و یکی از بخشامونم بخش کووید ساسپکت هستش که فکر میکنیم که کرونا دارن یا نه، فکر میکنیم که کرونا شاید داشته باشن. سو من الان این هفته اولمه و این هفته 4 تا از شیفتای آنکالم توی این هفته افتاده شانسی. سو 4 روز از 9 صبح تا 9 و نیم کار میکنم. و از 9 صبح تا 9 و نیم شب. ولی شما هیچ وقت 9 و نیم اونجا رو ترک نکردین؟ آره همیشه دیرتر، یک ساعت دیرتر موندین. آره ولی خب یه چیزی که بگم اینه که این کارا خیلی دوست دارم، یعنی واقعا
خستگی به تن آدم نمیمونه وقتی که کاری که دوست داری انجام میدی. من کار قبلیم تو روانپزشکی بود. خودمون راستی تا حدی خودمون انتخاب میکنیم، ولی تا حدی ست میشه کاری که میتونی انجام بدی از بیمارستانی که هستی. بیمارستان تو خودت انتخاب میکنی، بعد توش چند تا شغلای مختلف داره. ولی روانپزشکی خیلی جالب بود و خیلی به نظر من منتال هلث یه چیز مهمیه و خیلی سعی میکنم همیشه بیان کنم و انرژی مثبت رو همیشه در موردش رو کانالم صحبت میکنم. ولی اینکه تو کار روزمره چی خیلی دوست دارم انجام بدم، من خیلی دوست دارم تو بخش کار کنم و دارم برای همین خیلی این هفته با اینکه هفته سنگینیه خسته به تنم خوشبختانه نمونده، چون دوست دارین از اینکه فردام کار داری فردا پس فردا کار میکنم. یعنی سلماز توی کلینیک فردا پس فردا تنهاست، ولی ام شو که کلاینت های مهربونمون تو رو بیزی نگه میدارم. از این پس از اینکه الان توی بخش دارین کار میکنین، دقیقا همونیه که دلتون میخواسته و خوشحالین. ببینید من یه چیزی رو توضیح میدم، همه جا البته ایران عزیز ما همه همینطور هستن پزشکشون، ولی چیزی که هست من در کنار همیشه نگاه میکنم، چون ما نگاه میکنم دنبال میکنم و احتیاج داشته باشم به راهنمایی همفکری با دخترها. ببینید در اینجا بایستی یک پزشک، کسی که میخواد پزشک بشه و شغل پزشکی رو ادامه بده، بایستی عاشق خدمت کردن به مردم باشه. یعنی شما یه چیزی رو من به شما میگم، با توجه به زحمت هایی که کشیدن بچه های من، اگر در هر رشته دیگه بودن بسیار بسیار شاید 50 برابر بیشتر میتونستن از لحاظ مادی جلو باشن. همه هم میدونن اون کسی که، ولی پزشکای موفقی هستن، بسیار موفق، ولی از لحاظ مادی شما اونقدر جواب نمیگیرین. ولی شما ببینین، دیروز من یه صحبتی رو به شما میکنم، دوست پیتشون برگشت به من گفتش که الان اومدن اعلام کردن که برای واکسیناسیون تعدادی پزشک داوطلب بشن. گفتن که داوطلب میخواد برای پزشک برای واکسیناسیون. خب شما در نظر، یعنی بدون پول والنتری، حالا شما با این کار سخت میرین و بعد شما جالبه برای این کار بسیار 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 زیاد والنتری پیشنهاد میدن. چرا؟ چون پزشک در اینجا بایستی اون چیزی رو که شما توی مصاحبه های کاری وقتی دانشگاه میخواد اولین بار شما با همه نمرات خوبی که آوردی وقتی میخوای برین، خود شما بود رفتین، من دیدم شما رو میگم، شما بایستی اون اینترویوی که ازت میکنن، مصاحبه که میکنن، شما باید در شما این رو تشخیص بدن که دوست داری به مردم خدمت بکنی. درست. اگر این نباشه نمیتونی. بنابراین شما رو این دازه که وقتی میای از 9 صبح کارت شروع میشه، پس شما 7 و نیم از اینجا باید بری بیرون، نه 8 میری بیرون تا برسی اونجا، 9 شارپ دقیقاً 9 شروع میشه. بعد من شب گذشته که چک میکردم سپیده رو، ساعت 1:45 دقیقاً 20 دقیقه به 10 بود که تلفن ایشون روشن شد، 20 دقیقه به 10 شب. گفت من الان توی بخشم چند دقیقه دیگه میتونم بیام بیرون. یعنی شما در نظر بگیرین چیزی حدوداً 12 و نیم ساعت کار با مسئولیت، و ببینید مسئولیت خیلی، همین رو میگم، مسئولیت. شما در اینجا اگر برای مریضت مسئله پیش بیاد، بسیار علاوه بر اینکه شخصا بسیار بسیار خودت مسئول فکری روحی هستی، اینجا داشتم دیشب به مامی همین گفتم، میگفتم مامی گفت خوب خوابیدی، چون که ساعت همون دهانی مینا رسیدم خونه، بعد شام خوردم گرفتم خوابیدم، بعد ساعت 11 ظهر پا شدم. بعد مامی گفت خوب خوابیدی، گفتم آره، ولی همش تو سرم لیست بود، چون که وقتی آنکولی همش سوماز بودی، همش لیست میسازی از همه آدمایی که بعد بری دور بیمارستان ببینی. بعد مامی میگه خوب خوابیدی، میگم آره، ولی نمیدونم اگه لیستمو تموم کردم از اینکه بیدار شدم. آره، it's a really خیلی کار فانیه و از لحاظ اینکه خیلی قلبت پره و احساس rewarding چی میشه به فارسی؟
احساس خوشحال برنده 100 درصد برنده ای توی این کار سر 100 درصد ریکامند میکنیم. ولی ما شلوغیمون و این که ولی من البته تو خیلی از پشت صحنه ها همیشه مامانم وقتی داره برای میز گردون ما فیلم میگیره من از این دره میام تو دارم میرم بدوام. خب اون موقع این شیفت های 12 ساعتتون شروع نشده؟ نه هنوز شروع نشده بود، هنوز رو کار قبلی ولی بودم. ولی باز هم من یه چیزی رو که دیدم در آموزش که ببینید همه آموزش و پرورش با همه دیگه آموزش ببینیم تایم تیبل، من چیزی رو که میبینم در شما هر سه شما اینه که شما علت این که اگر برنامهاتون رو شاید برای دیگران بگین شاید بعضی اصلا متوجه نتونن درک بکنن که چطور ممکنه یه نفر بتونه دکتر باشه با این مسئولیت، بلاگر بلاگ فارسی داشته باشه، بلاگ انگلیسی داشته باشه، که توی فشن باشه، خرید بتونه بکنه، خیلی دنبال بیزینس باشه، بعد با همه اینها بعد دنبال کلینیکش رو باشه. پس ببینید تمام اینا برمیگرده به این که به تایم منیجمنت این بسیار مهمه. امیدوارم که همه ما اگه روی تایم تیبل به قول اینجا یا و به قول خود ما روی برنامه کاری بریم جلو به کارامون میرسیم. واقعا 100 درصد من قبول دارم، هممون 24 ساعت توی روز وقت داریم. ولی سلمازم توی چیز توی روز اونم شیفتاش معمولا 12 ساعته. سلماز که ویکند 40 چند ساعت کار میکنید؟ ویکند کریسمس از جمعه 7:30 کار میکنم تا تو کدوم بیمارستانی که هستی؟ بیمارستان خودم 7:30 شب تا ببینین یه افیشل تایم تیبل دارن به ما میدن، یه آن افیشل تایم تیبل میدن، یعنی یه تایم تیبل اصلی هست رسمی آره. بعد یه کاغذ دیگه به همون ایمیل وصل کرده که تایم تیبلی که رسمی نیست هست. بعد سر ساعت نوشته که ورد راوند ساعت 8 شروع میشه، اما شما باید قبل از کانسلتنتات بیای، یعنی 7:30 بعد اونجا باشی. تازه خیلی از کانسلتنتا 7:30 میان، یعنی بعد 7:15 اونجا باشی. باید قبل از اونا باشی. هر چقدر که ما انجام میدیم یا هر چقدر ما کم میخوابیم اون کانسلتنتا رو زب در 10 بکنین، 20 بکنین، 100 بکنین، از لحاظ محصولیت و از لحاظ محصولیتشون خیلی خیلی زیاده. کانسلتنت به فارسی چی میشه که متخصص؟ متخصص بالاتره، اسپشیالیست متخصصه، بعد کانسلتنت، بعد پروفسوره. بعد فکر کنیم مثلا خب 8 من کارم شروع میشه، من بعد 8 اونجا باشم، اما 7:30 سر کارم، بعد 8:30 روز بعد تموم میشه، اما 8:30 اون تازه وود راندشو میخواد شروع کنه. یعنی چی؟ یعنی ما بعد بریم دور بیمارستان رو بگردیم، همه چیزا رو بگیم بهشون، بعدش ساعت 9:30 که شد اوکی بریم همه کافی بخوریم یه حرفی بزنیم راجع به این. همه دکترایی که من توی بیمارستان من دیدم، همه کانسالتنت ها، همه جونیور، از هر کی که بگی همه شون مهربونن. ما کانسالتنت هامون خیلی ساینه که وایسی بچه من باید تو رو خدایی داستانه بگم، ساینه یه کانسالتنتی توی بیمارستان قلب کار میکرد، واقعا افتخار همه ایرونی ها، واقعا یه کانسالتنتی داشت، حالا اسمش رو نمیگم که شاید ساینه نخواد بگه، داشتش عمل میکرد تو اتاق عمل، داشتن عمل میکردن، بعد گفتن که اگه میشه یه کسی یه شعری بذاره و اتفاقا خیلی کامن هستش که ما شعرهای کریسمسی الان یا رادیو میذارن یا شعری موسیقی، چون که اتفاقا کمک میکنه بعض وقتا که تمرکز کنی الان. یعنی این که توی این رسمی که توی اتاق عمل شعر میذارن موزیک میذارن، رسم نیستش ولی خیلی از رایجه، ببخشید، نه بعضی از دکترها دوست دارن که خیلی سکوت نباشه، بعضی دوست دارن که مثلا خیلی سکوت باشه. آره وقتی که این رایجه که موزیک خودشونه، بعد گفتن که یه کسی موسیقی بذاره، بعد همش به بقیه گفتن به من که تو موسیقی بذار، چون که خب من دانشجو هم، اونا همشون دارن عمل میکنن، من تنها کسی هم که اونقدر کار نمیکنم. بعد منم هول کردم همینطوری زود زدم پلی روی موبایلم،
بعد یعنی اصلا نگاه نکردم چی بود، بعد هم توی زود زدم پلی رو موبایلم، بعد یه رفع شعر آمد صد سال یه بارم کسی اسم من عاشق نمیشه. بعد اینقدر خجالت کشیده بعد تازه حالا فکر چرا خجالت کشیدی؟ چون که کانسالتنتش ایرانی بود، بقیه همه انگلیسی، بعد یه مردمی همه انگلیسی بودم، بعد کانسالتنت هم ایرانی بود، بعد دیگه آره خیلی خجالت کشیدم که من حالا این وسطه دارم شعر عاشقانه بدون منظور، ولی آره خیلی خنده دار بود. ولی ما کانسالتنت هم ساینا من اینقدر ببخشید میخندونه مثلا میره توی بخش قلب کار میکنه، بعد بعدش برمیگرده همش اون شعره چی؟ زره با من تون میزنه همیشه مثلا میگه امروز الان داری چی کار میکنی؟ میگه الان دارم میرم رو بخش زره با من تون. خب برای گوش اگر باشی چی میگی؟ چرا گوش نمیده؟ گوش نمیده به من، گوش نمیده. بگیم یکی دیگه بگیم من نمیدونم چی بگم، هر چی میگم برای جگر، برای چش، چش دو ابرو دماغ و دماغ مال دل، دل بر شیرین شکر. من میکنم اگر قرار باشه شما این آهنگا رو بخونین، اون کسی که بیهوشه دارن قلبش عمل میکنن چشاشو باز میکنه کلی خودش هم میرخته. خدا نکنه اگه یه چیزی اینطوری بشه فکر میکنم همه وحش. ولی جدی من با تمام وجودم میگم من به ایرانی و ایرانی هایی که در اینجا میشناسم واقعا افتخار میکنم، همشون بیزینس مناشون، کسی که حتی قدیمی ها که خیلی قدیمی اینجا بودن، با تمام وجود، با تمام وجود دوستتون داریم، با تمام وجود برامون مهم هست که ایران چطوری بتونیم بهتون عشق بدیم، همین بدونیم که با تمام وجود این کارو میکنیم. نه تنها دوستای ایرانیمون ولی بلکه خیلی هم دوستای فارسی زبانمون از کشورهای دور و بر، افغانی های ما، خیلی ما، دوستای کردمون، کردستانی های ما، ترکمون، آذربایجانی ها، واقعا من عاشق همتون رو خیلی خیلی دوست داریم و واقعا به هممون انرژی میدین. یعنی ما خیلی وقتا وقتی خسته ایم یا مثلا میگیم آه واقعا الان خستم که این کارم بکنم، کامنت های شما رو میخونیم واقعا به هر کاری که داریم. آره برای همم میگیم. من الان شما داشتیم گفتیم من داشتم شعر به فکر یه شعر بودم، مثلا گفتن دوستم داریم بهترین کامنتی که من خونده بودم من فکر میکنم توی شفیل بودم، بعد مامی ولاگ زرش پلو گذاشته بود، بعد یکی آمده بود زیر ویدیوی من نوشته بود پاشو برو خونه مامانت زرش پلو گذاشته. منم هفته پیش پیغام گرفتم که سرماز جون برقاش رفته بیچاره سرما میخوره، بهش بگو بره تو ماشین بره تو ماشین بخاری ماشین رو روشن کنه تا برقا بیاد. و من داشتم میگم وا، بعد زنگ زدم سوماس گفتم سوماس برقات رفته؟ گفتم آره. کامنت ها رو خبر کردم. دلیل دیگه هم که سرم شلوغ بود هستش چون تو بیمارستان داشتم کار میکردم برای تجربه کاری توی لندن، بعد واقعا من خیلی شانس داشتم که بتونم با یه دکترای آشنا بشم که اصلا مخصوصا هم دیدم که ایرانی هم هستن، دیگه بیشتر برام افتخار بود. بعد عزیزای ما از اینکه برنامه ما رو تماشا کردین بدونین هر کسی که فارسی صحبت میکنه برای ما عزیز، محترم و واقعا دوست داشتنی، دوست داشتنی همه. دقیقا من ما تمام تلاشمون این بود که امروز توی این دوره همی خودمونی که ما هستیم بچه‌ها خواستن یه مقدار روحیه شما حال و هواش عوض بشه، هر جایی که هستین لبخند به لبتون بیاد. امیدوارم که تونسته باشیم این کارو کرده باشیم. و بچه ها که خونتون الان یه چیز شیرینی دارین اشکال نداره، حتی رژیم هم باشین برین الان با یه چای یه چیز شیرین بخوریم به یاد ما، هممون با هم، بعد عکسش هم بفرستیم به میز گرد ما.
ممنون از اینکه برنامه ما رو تماشا کردین. به دوستاتون هم برنامه ما رو معرفی کنین. بعد بچه‌ها اگه این ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره همین الان دکمه لایک رو بزنین و همون پایین رو سابسکرایب کنین. بعد اون زنگوله هم حتما بزنین که وقتی ما این ویدیو میذاره، میزه گرده ما ویدیو میذاره، شما نوتیفای بشین. و کانال خود شما چیه؟ کانال من هست Persian Honey، ایشون هستن Persian Bunny، ایشون هستن دکتر سول و ما خانواده سمایی در میز گرد ما خیلی شما رو دوست داریم. امیدوارم هر جای دنیا که هستین همیشه شاد و خندان باشین. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار. خدافظ.